کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور ای رفتار و عملکرد حکومت نظامی میانمار علیه مسلمانان میانمار را محکوم کرد این کمیته همچنین خطاب به حکومت نظامی میانمار خواهان توقف فوری خشونت علیه روهینگیا شد و این خشونت را اقدام و رفتاری غیرقانونی نامید کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین خواهان احترام به حقوق غیر نظامیان و احترام به حقوق بشر از سوی حکومت نظامی میانمار شد. لازم به ذکر است جمعیت قابل توجهی از مسلمانان روهینگیا از سال 1982 میلادی هویتشان از سوی حکومت میانمار سلب شده و به دلیل نداشتن هویت و مدارک ثبت احوال از همه حقوق خود محروم هستند کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه خود خواستار تأمین حقوق همه شهروندان این کشور از نژاد دین و هر مذهبی در میانمار شد و از سازمان های بین خواست برای رسیدگی به جنایت های مرتکب شده از سوی حکومت نظامی میانمار و شناسایی عاملان این جنایت ها وارد عمل شوند و با برگزاری دادگاه های بین همه عاملان را محاکمه و مجازات کنند قابل ذکر است ارتش میانمار که قدرت را در یک کودتای نظامی در این کشور در دست گرفته تا کنون چندین بار با جنگنده و تانک و دیگر ابزار نظامی غیر نظامی ها را مورد حمله قرار داده و هزاران زن و کودک و افراد مسن را نیز به قتل رسانده و جنایت های زیادی را مرتکب شده است هزاران شهروند غیر نظامی میانماری از جمله نیز به بحانه های مختلف در زندان های این کشور به سر میبرند که بسیاری از آنها زندانیان سیاسی به شمار میروند.